مادر جان، شهر تعطیله، دنبال هر کسی هستی تا این موقع اینجا موندی دیگه برو. مأمورات زن و مرد نمیشناسن، گفته باشن نشنیدی صدای تیر و تفنگه؟ پاشو برو خونه. زبون باز نکنی کار دست من دیگه بر نمیاد. فردا اول وقت میفرستن زیر 8. اونجا هم که میدونی چه بلایی سرت میارم. نمیدونم اون راجع به چی داری حرف میزنی. اون عکس ها کجاست؟ کدوم عکس ها؟ کردیم با دسته کورا طرفی فرصت نکردم به شما فکر کنم. بچه پر رو هم که هستی، خیال برای داشته عمود میتونه بهت کمک کنه. انگار حرف زن نیست. ما باید بفهمیم مرسه کجاست. ما هرکی رو بخوایم حرف میزنیم. منم راشو بلدم. بچه جون تو الان باید فهمیده باشی که بابا دو تخت بیمارستانه. منم اصلا دلم نمیخواد که بابا به خاطر تو اذیت بشه. کافیه بگی که عکس کشور خارج شده یا نه؟ رابطه تو مرای انتقال عکس کی بوده؟ آبم آب میخواد. آبش بود. تشنگی در طرف شد؟ عجبه. همون گفتین که به دادم میرسه. خب. به دادم هم نمیرسه. ولی حواسش به داداشش هست. حسستون رو بابای من نمیرسه. هر کاری لازم بکن تا به حرف بود. اگر نه جنازهش رو میفرستیم تهران. میبینم که حسرت اون درجه های ساب مرده حداقل به دلت نموند. برزو خان فعلا که چیزی معلوم نیست. چرا معلومه؟ خیال ما همگی دیگه راحته، پسره رو گرفتی. برزو خان من خیالم وقتی راحت میشه که تک تک مردم این روستا رو ببرم زیر اخیه. پس ببرشون زیر اخیه؟ برزو خان
من همه راه نیومدم این وقت شب که باید چاق سلامتی بکنم. اومدم بهت بگم که تمام شلوغ بازی های این روستا از گور معدن تو بلند میشه. بابت اون معدن خیالت راحت، برو خوشحال باش. به لطف جناب عالی بازرس ویژه اومد، حکم پلمب به معدن رو تا اطلاع ثانوی داد و معدن دیگه بی معدن. پلمب شدنمون معدن به من هیچ ربطی پیدا نمیکنه، به خودت مربوطه. اما چیزی که به من مربوطه قصه اون کارگراست. برزوخان رازیشون کن، شکمشون رو سیر کن. وقتی شکمشون سیر باشه یه گوشه میشینن کاری نمیکنن، شلوغ بازی هم تعطیل میشه. منظور تو این چند وقتی که معدن تعطیل بوده پولشونو بذار جیبشون، معوقه هاشونو بده. پول سردوشی های تو رو من دادم، یه درجه بالا پایین برای تاخه فرقی میکنه. بذار بیاد باید فرقشو میبینی برزو خان. اگه بیاد. اما اعلی حضرت همایونی انقدر سرشون شلوغ هست که وقت نداشته باشن به مورچه های زیر پاشون اعطای درجه بکنن. برزو خان یادت باشه که راجب کی داری حرف میزنی؟ راجب اعلی حضرت همایونی داری صحبت میکنی، پس مواظب خودت باش. من واقعا وفاداری تو رو نسبت به اعلی حضرت تحسین میکنم، اما این پولای من بوده که برای درجه های نه وفاداری به اعلی حضرت. صبح دارم میرم رشت، احضار شدم، میرم پیشه جناب سروان ثابتی. پیش اون سروان کلاش کلا بردار که چی بشه؟ که اول ببینم اون پسره رو که گرفتیم مغور میاد یا نه، بعدم یه گزارش بدم از اوضاع و احوالات این روستا، از معدنچی ها، شلوغ بازی ها. دیگه خودت میدونی با اون رزا تهش رو من بهت بگم، اون پسره دامون مغور نمیاد، از منم دیگه چیزی به شما ها نمیماسه. و سلام برزو خان. تا الان به خاطر نون و نمکی که باد خوردم نخواستم با تو اینجوری حرف بزنم، اما گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تمام شلوغ بازی های اینجا کلیدش دست توه، پس حواست باشه. تا همین الان حسابی از این مردم و این حکومت چاپی دیریختی جیبت، پس الان از اون جیبت این مقدار براشون خرج بکن. این استوار مسرور داره بهت میگه. شرمنده که صدا آوردم بالا بازم، شب خوبی داشته باشی. بفرمایید آقا، بفرمایید نوشه جان کنین، کم کسرم داشین، ام بفرمایید من بیارم خدمتون. ببرم شامشو میل کرده؟ بله آقا. خانه بازار بله شامشو میل کرده؟ بله آقا. بله خیالتون راحت، نیم ساعت خوابیدن آقا. مرخصی. به جایی که دنبال اون قاتل عوضی باشی، به این سیروس چی میگی؟ این همه کسافت کاری کرد بس نبود؟ الان دوباره سر چی داری باش گپ میزنی؟ توصیه میکنم از چیزی که ازش خبر نداری حرف نزنی و قضاوتم نکنی. خبر ندارم؟ خبر ندارم چجوری معدن از چنگمون در آوردی؟ میدونی نادر برش دنبال اون زنی که بود؟ برای اینکه معدن رو دوباره پس بگیره. اگه کارای تو نبود نادر الان زنده بود. نادر نه سر پیاز بود نه ته پیاز، هیچی نمیدونست، فقط چشش دنبال دخترای این ده بود، از دختر سرهنگ گرفته تا کرفت مطبخ. اون بود که تعما بود، اون بود که تدخور بود. خجالت بکش، پشت سر مرده اینجوری حرف نزن. میدونی مشکل تو چیه؟ نمیفهمی که هر کاری من میکنم برای تو بچه هاست. بچه های ما میراث خور ما هستن. این من بودم که معدن رو مدیریت کردم. اون وقت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که من میرم معدن رو بالا میکشم یه آبم روش میری با داداشت ساخت و پاخت میکنی، نقشه میکشی زد من؟ نه، نقشه کشیدیم به خاطر اینکه حال هوای عاشقی برات داشته بود، به خاطر اینکه دنبال میراث خور اضافی بودی. ببینم با این نقشه هایی که کشیدی نتیجه هم گرفتی، پس توصیه میکنم به کار منو میجانم کار نداشته باشی. حداقل حرمت این لباس سیاه منو نگه دار. اگه سرس بابات نبود
تو الان 100 دفعه من بچه ها رو از این خونه بیرون کرده بودی. نه، هیچ وقت این کارو نمی کردم. هرگز جایگاه تو و بچه ها رو عوض نمی کردم. اینو با اون نادر خدا بیامرزم گفته بودم. من فقط یک چیز میخوام، پسر. همین. خیلی بی چشم و رویی. یه چیزی بگم یادت باشه، یه روزی آه من پاگیرت میشه. حالا ببین، تو همش دنبال آه و ناله برای اینکه غم و دوست داری، دوست داری عزاداری کنی با اون لباس سیاهت. خیلی خیلی بیا سویچ رو بده من. کجا میره؟ ما شما رو میرسیم. لازم نکرده، بده من سویچ رو. خوام برم سراغ میجان. از خانم ها برو بازم. دلم مثل سیر سرکه داره میجوش. میگم نکنه یه بلایی سر این بچه اومده باشه. ارده هر طوری شده یه خبری آرد میارم. میجان دست برورده یه تایی هست، بلده خودش مراقبت کنه. ماگل نمیخوای بیشتر با هم حرف بزنی؟ آبای میجان کیه مابون؟ به وقتش بهت میگم خیلی. میجان چی
تو کی برگشتی خونه؟ مگه نگفتی شبو میری پیش میجان؟ بله خانم، میرفتم. دیدم کارهای خونه عقبه، نصیبه و سغرام تنهایی به کارهای مطبخ نمیرسیدن. من باید میامدم بهشون کمک میکردم. میجانم دیگه بچه نیست، باید به تنهایی عادت کنه. یعنی تو دیشب پیش میجان نبودی؟ نه خانم، من همینجا بودم. یه مش نونخوره اضافه داره هم جمع شدیم، معلوم نیست چه غلطی داریم میکنیم. گلسنم بله خانم جان، کتم رو بیار. سلام خانم، صبح بخیر. کجا به سلامتی؟ خبر مرگم دارم، میرم امامزاده. دور از جان، ماشین روشن کنم با ماشین بریم. لازم نکرده، من با ماشین و مرده که چه سدید هیچ جا نمیام. خانم جان بفرمایید. خانم جان میخوایی منم با اتون بیام؟ لازم نکرده، مراقب بچه ها باش. میگم کاش به نزوانو گفته بودم که میجان رفته. نه البته اینجوری بهتر، خودش بره ببینه مطمئنش، خیالش راحت میشه. نه اینجوری بهتر. این زن اصلا مشکلش یه جای دیگه سا، اون وقت گیر داده به میجان. برزو بد کرد باش، خیلی بد کرد. تفلکی میگم خلیل، من خیلی دل نگرانم. امروز هم بریم دنبال میجان. خودت بهم گفتی خیالت راحت باشه، فردا میریم رشت دنبال میجان. ها مگر میجان برگشته؟ برگشته؟ آره. کی برگشته؟ امروز صبح اسماعیل میگفت اون میدونگایی روستا دیدتش، مثل اینکه از رشت اومده بود. آره وصل تو جمع میکنی از این ده میری. اون موقعی که صاحب داشتی هزار تا حرف پشت سرت بود، وای به الان. این امامزاده حرمت داره. تو غروب بیشتر فرصت نداری گورتو گم کنی. فردا یکی ها میارم جات. چیه؟ لال شدی؟ اینجا خونه منه، هیچ جا نمیرم. غلط کردی، جایی نمیری. حرمت بزرگی تو نگه میدارم عروس خان، چیزی بهت نمیگم. من کاری نکردم که حرمتی شکسته باشه. به خدا زن نیستم، جلو پلاستو نریزن بیرون. دختره بی سر و پا، فکر کردی میتونی خانم خونه من بشی؟ کور خوندی. یه کاری میکنم آبرو تو این آبادی بره، هیچ جای دیگه راب ندن. کردی جلوش در آمدی. هرچی از دهنش در اومد به من گفت. خاله من نمیتونم جلو حرفا نه حق بایستم. خدا به خیر کنه، یه الان آتیش زیر خاکستره. دیواری هم از دیوار تو کوتاه‌تر پیدا نکرده.
بذار هر کاری دلش میخواد بکنه. خلی یه ذره یواشتر. حالا با برزو سر لجبازیه. اره بده تیشه بگیر. اون وقتی که اونم بیاد سراغ تو. بعد دیگه میشه گوشت قربانی. خاله معقول دیشب اینجا کی اومده تو میدونی؟ برزو اومده؟ دختر جان برزو به این راحتیه دست سر تو بر نمیداره. خود تو میگی من چی کار کنم خاله؟ تو نگران نباش من خودم حل و فصلش میکنم. چجوری؟ یه کاری بوده که چند سالی که بعد انجامش میدادم. فکر کنم الان وقتشه. خاله معقول جان بلب سر نکنه دامونو گرفته باشن. تو نگران اون نباش از پس خودش برمیاد. تو فقط همینجا توی خانه به من تکان نخور. باشه فقط به دایی خلیل میگی از رش برای من خبر بیاره. شاید دامونو بتونیم پیدا کنیم. باشه باشه میگم. کاری داری؟ آقا من باید با شما حرف بزنم. خواستم راجب دخترم با شما حرف بزنم. دخترت؟ دخترمون. من نیهش داشتم آقا. من به حرف شما گوش نکردم. ننداختمش. نمیتونستم بچه خودم رو بکشم. راجب چیه سرهم میکنی؟ اگر لازم نبود هیچ وقت به شما نمیگفتم آقا. قسم خورده بودم. قسم خورده بودم هیچ وقت به شما چیزی نگم. حرفتو درست بزن ببینم چی میگی. میجان دختر شماست. میجان؟
کاش من میمردم و این رازو با خودم میبردم زیر خاک. ولی اگه نگم آقا، این فتنه نمیخوابه. چی توی سرته؟ فکر میکنی من انقدر خرفت شدم؟ خدا منو بکش اگه یه همچین فکر بکنم آقا. آقا الان مجبور بودم اینو بگم، برای اینکه اگه نمیگفتم این شر نمیخوابید. اون وقت دامن تک تک اهالی خانه رو میگرفت. میتونم خفت کنم، خونت حلاله. بکشید آقا، بکشید منو، بکشید از این درد خلاص بشم. فقط به دختر خودتون رحم کن. من دختری ندارم، اونو انداختی. آقا اگه به من اعتماد ندارین از طبیب بپرسین، طبیب خبر داره. آقا طبیب؟ اسماعیل! وقتی از ترس شما فراری آواره شدم، مجبور شدم به طبیب پناه ببرم. تو اون روزا حتی با اجانم هم نمیتونستم اطمینان کنم. ولی من نمیخواستم بچه‌م از بین ببرم، خواستم نگهش دارم. برای همینم رفتم پیش طبیب، از اون کمک خواستم. بله آقا. برو طبیب و هر جا هست بیار اینجا. طبیب؟ همین ها. به چشم آقا. نگفتم اجاره نگیریم، گفتم فقط چند ما فرصت بدیم. فرصت بدم که همه بیان مثل تو گردن کش کنن جلو ما؟ شما امر کنین چیکار کنم؟ همونه انجام میدم. هیچی برای فروش ندارم تا اجاره رو بدم، چیزیم برای گرو گذاشتن ندارم. خان فعلا برو ببینم چه کار باید بکنم. به چشم. بابت اون بدهی خان میتونه زاجانم خانه خراب کنه. آقا جانم به مارجانم گفت نگران نباش، خانم تو که زن خوبیه، هواشو داره، نمیذاره بهش بد بگذره. تفلک آقا جانم، چاره هم نداشت. اصلا قرار نبود بین من و خانم اتفاق بیفته. اول فقط قرار بود من بیام خونه خان برای کار کردن. چرا یه همه سال خودخوری کردی؟ هیچی نگفتی؟ چی میگفتم؟ به من اعتماد نداشتی؟ حرف اعتماد نیست، هر کسی دیگه یه جای من بود خجالت میکشید این حرفا رو به تو بزنیم. چی بگم آخه؟ ماگول هنوز خیلی بچه است. دخترها زود بزرگ میشن.
جواب مردم رو چی بدم خان؟ مردم غلط میکنن که حرفی بزنن. در زم تو نمیخواد نگران باشی، قرار نیست کسی چیزی بفهمه، یعنی نباید که بفهمه. دارم عقدش میکنم که راحت تو این خونه رفت آمد کنه. چی بگم والا؟ من 3 سالو بهت بخشیدم، اگر نشستم اینجا و باهات سنگا رو وا میکنم بهت عزت گذاشتم. بردخان جماعت و رعیت کس به تکلیف نمیکنه. جسارت خان، میتونم یه لحظه ما گلو ببینم؟ میخوای نظرشو بپرسی؟ انقدر عقل داره که بهت جواب بده؟ خانه بر نمی آمدم. خب کوچیک بودم، خانم تو کابلش برای من سوخت، من بود بر دست خودش. طفلک مریض بود، یعنی یه مریضی کهنه داشت، احتیاج داشت که همیشه یکی کنارش باشه. خانم هوای منو داشت. اگه کسی چپ بهم نگاه میکرد پشتم در میامد. خب منم اینجا کسی رو نداشتم، خوشم میامد که خان پشت من همه. آها یلا بیا بریم. ماگل مواظب خودت باش. یلا هرچی خانم تو کار گفت گوش بده. خان من عقد کرد بدون اینکه کسی از این ماجرا خبردار بشه. ولی مادرم وقتی فهمید طاقت نیاورد، نمیخواست من زندگی خانم تو کار خراب کنم. از اون روز به بعد ارتباط خان و خانم تو کار بدتر و بدتر شد، تا اینکه یه روز اینقدر با هم جر و بس کردن که خان رو خانم تو کار دست بلند کرد، کاری که هرگز تا اون موقع نکرده بود. خانم تو کار زمین گیر شد. اگه ماجرم چیزش بشه چی؟ چیزش نمیشه برز. خانم حالا دوست داره که نظر این حرفو، همه ای بابا بچه هاشونو دوست دارم. من مارجنم رو میخوام. نگران نباشیم بچه ها، حاله مارجنم خوب میشه آقای دکتر. ایشالا ایشالا بهتر میشه.
چند روز گذشت حالش بدتر شد. دیگه طبیبم نمیتونست براش کاری بکنه. اگر هر حرفی از این خانه به بیرون درس کنه من از چشم شما میبینم. مهم نیست برام کی حرفی زده یا چی گفته، ولی هر حرفی رو بشنوم تقاصش شما پس میدی. فهمیدین؟ ببین هیدر، من ازت خواهش نمی کنم، ازت می خوام از اینجا بری، نمی خوام حرفی پشت سرم باشه. اگه نگرانیتون موضوع عقدتون با ماگله، خدای من شاهده از سنگ صدا در بیاد از من و زنم صدا در نمیاد. ما که نمیریم رسواییمونو جار بزنیم. همین که بهت گفتم باید از اینجا بری. ما جایی نمیریم خان، نمیتونیم بریم. من دختر باردارم و جایی نمیبرم. ماگل بارداره؟ بله باردار. اونجایی نمیتونی بری. پدر بچه شمایی، شرعی و قانونی. ذره حرمت و آبرو برامون نمونده. اجازه نمیدم دخترمون مثل ما بی آبرو بشه. باید بری بچه رو بندازی، وگرنه کاری میکنم به جایی که نگران آبروی دخترت باشی نتونی بری سر خاکش دو قطره اشک بریزی. فهمیدی؟ آخه خان من بی محفظ. همین که بهت گفتم باید بری، باید این بچه رو بندازی. خان آبروی منو چی کار کنم؟ گوش کن به حرفم، آبروی من مهمتره یا آبروی تو؟ چشم. مادرم منو راهی کرد که برم پیش طبیب، گفت فقط اونه که تو این اون زمین میتونه منو کمک کنه، فقط اونه که محرم اسرار اهلی ده. گفت هر حرفی که بهش بزنم پیشش میمونه. اینجا جای امنی نیست دختر جان، رفت آمد زیاده، خبر به گوش خان و خدم و حشمش میرسه. از چی کار باید بکنیم؟ نمیتونیم دختر طفل معصوم رو همینجوری با بارش ول کنیم که. من که نگفتم ولش کنیم که خانم جان، اینجایی که من برای معقول در نظر گرفتم امنه. من تنهایی چه کنم طبیب؟ تو تنها نیستی دخترم، ما هستیم. اینجایی که من دارم به تو میگم نزدیک معقول، اصلا خود من میام به تو سر میزنم. فقط تو باید یه مدتی تحمل کنی، صبوری کنی، سخته تا وقتی که بارت زمین بذار. من که